میهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده، من محمد امینی برگ دیگری از تاریخ رو با شما بازبینی می کنم. در برنامه هایی که در چند هفته گذشته داشتم به ماجرای نیاز یک نوع رفرماسیون در ساختار آیین شیعی، فقه شیعی پرداختم. به دنبال اون پرسش‌های زیادی از سوی هم‌میهنان به من رسید و با اینکه رشته گفتار تازه‌ای را آغاز کرده بودم، هنگامی که هنوز به فرانسه نرسیده بودم، اینک هم در پاریس هستم و این برنامه رو با شما در میان می‌گذارم. برنامه‌ای بود درباره ممالک محروسه. رشته گفتار تازه‌ای را آغاز کرده بودم، اما بران شدم که به دلیل این پرسش‌های بسیار مهمی که از سوی هم‌میهنان در این راستا صورت گرفته، امروز بار دیگر بازگردم به یکی از جنبه‌های بسیار بسیار مهم در پیرامون رابطه میان دین و دولت، سکولاریسم و دین در ایران و گرفتاری‌هایی که در این دوران صدواندی سال گذشته از زمان انقلاب مشروطه تا به امروز گریبان ما رو گرفته و یکی از ارمغانهای اون این حکومت 40 ساله ولایت فقیه در ایران است. به موضوع نیاز به اصلاحات در فقه شیعی نمی پردازم. می خواهم به یک کجروی یا کجندیشی یا یک راه نادرستی که در کشور ما در این 100 سال گذشته در میان چه اونهایی که در قدرت بودند و چه اونهایی که به نیروهای فرمانروا در جامعه خورده می گرفتند و اپوزیسیون خوانده می شدند یا مخالفان رژیم بودند، رفتار یا کژندیشی که از سوی اونها در پیش گرفته شده، نشان بدهم که چه زیانی به بار آورده و به بار خواهد آورد. این که میگویم به بار خواهد آورد، نگاه میکردم به رویدادهای عراق و در اونجا مردمی که به خیابان ریختند و جمله سفارت ایران رو در نجف به آتش کشیدند که شیعی هستند، خود رو هوادار آیت الله سیستانی در برابر آقای خامنه‌ای قلمداد میکنند و میگویند که دیدگاه های آقای سیستانی رو درباره فرمان روایی و اداره کشور بیشتر میپسندند تا دیدگاه های آقای خامنه ای رو. در میان بسیاری از مخالفان آقای خامنه ای هم، از روشنفکران امروز ایران هم، گاه و بیگاه میشنوم که ای کاش خامنه ای مانند سیستانی رفتار میکرد یا سیستانی رو به رخ خامنه ای میکشند. در یادداشت‌هایی که در این شاید 15 سال گذشته از زمان جنبش 88، جنبش سبز، از سوی روشنفکران مخالف رژیم ولایت فقیه در بیرون از ایران به چاپ رسیده و از جمله در درون ایران، به ویژه در درون ایران، گاه و بیگاه می‌بینم که
گواه میگیرند آدمهایی رو که در این تاریخ چند سال گذشته ایران، آخوندهایی که مجتهدینی که از دیدگاه اونها سکولار خوانده میشوند. یکی از کسانی که پدر او از شمار مجتهدین بلندپایه مراجع تقلید برجسته دوران رژیم گذشته ایران به شمار می آمد، در یک نامه سرگشاده به روحانیان قم از پدر خود و همچنین در سخنرانی هایی از پدر خود به عنوان یک روحانی سکولار یاد کرده و این رو دیگران هم به اون اشاره کردند. حتی در این سالهای گذشته در قدردانی از کارهایی که و به راستی قدردانی از کارهایی که آقای منتظری در این سالهای پس از کنارگیری از فرمان روایی و ولایت فقیه در نقد به ولایت فقیه و در پشتیبانی از حقوق انجام داده، از او به عنوان یک نمونه آخوند پیشرو، یک روحانی پیشرو یاد کردند. حتی کسانی او رو سکولار خواندند. نخست اجازه بدهید که به این بنگریم که یا بپرسیم از خودمان که این واژه سکولار به چه معناست. واژه سکولار در چهارچوب روابط اجتماعی سیاسی به معنای دولتی است که بر پایه قوانین زمینی اداره می شود، دولتی که دیواری با ساختار دینی پدیدار ساخته، یعنی نهاد دین با نهاد فرمانروایی میانشان یک دیوار است، کاملا از هم جدا هستند. در زندگی شخصی انسان سکولار کسی است که جدا از باور مذهبی شخصی خود در رفتار اجتماعی از قانون زمینی پیروی می کند، یعنی بر این باور است که باید سیاست دولت رو و سیاست چیره بر ساختارهای حقوقی جامعه رو به عنوان رفتار اجتماعی خودش بپذیره. می تواند نماز بخواند ولی حق ندارد خواندن نماز رو به دیگران تحمیل بکنه. می تواند روزه بگیرد اما حق ندارد روزه‌خواری رو محکوم بکنه. شخصا میتونه بکنه ولی حق ندارد اون رو رفتاری خلاف قانون بدانه و مردم رو برانگیزه به اینکه کسانی که روزه‌خواری میکنند رو مورد حمله قرار بدهند. ما پدیده ای داریم به نام دولت سکولار و پدیده ای داریم به نام انسان سکولار. این دو اگرچه با هم پیوند دارند یکی نیستند. با این تعریف هیچ مجتهدی، هیچ مرجع تقلیدی نمیتواند سکولار باشد. یک رهبر دینی رهبر دینی است، ولی رهبر دینی میتواند چیرگی دولت سکولار رو بپذیره. خود او آدمی است مذهبی، آدمی است غیر سکولار، در زندگی خود از باورهای مذهبی خودش پیروی میکنه و به ویژه اگر مرجع تقلید هست چه بسا به مقلدان میگوید که چنین و چنان بکنید. بر پایه باورهای دینی نه بر پایه باورهای زمینی، ولی او میتواند چیرگی دولت سکولار رو بپذیرد، همان گونه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان کشیش ها از کاتولیک و پروتستان گرفته، خاخام ها و حتی رهبران مسلمان در این کشورهای پیشرفته چیرگی دولت سکولار رو در زندگی اجتماعی پذیرفتند و بر پایه قوانین دولت سکولار رفتار میکنند، اگرچه خود در زندگی شخصی خودشون چه بس آدم های سکولاری هم نیستند. یعنی آدم هایی هستند سخت باورمند به اندیشه های مذهبی و چه بسا شیفته این هستند که دولتی به وجود بیاید که این دولت با اندیشه های اونها نزدیکی داشته باشد، نه با اندیشه های سکولار در جامعه. اما مردم رو به قیام بر نمی انگیزند، مردم رو به شورش فرا نمی خوانند و در نتیجه چیرگی دولت سکولار رو پذیرفتند. در کشور ما دوره ای از تاریخ معاصر ایران چنین بود، یعنی بسیاری از آخوندهایی که مرجع تقلید بودند در درسهایی که به مسلمانان و پیروان خودشان میدادند از اندیشه های فقهی
کهنی که به اون باور داشتند پیروی می کردند. اما مردم رو روی هم رفته به شورش در برابر دولت سکولار فرا نمی خواندند. این رفتار از دوران مشروطه تا حدود زیادی در میان بسیاری از روحانیان شیعی ایران که خود اونها هم باورهای جدی سکولار نداشتند چیره شده بود. یعنی آدم های بسیار مذهبی، متدین، وفادار به فقه سنتی اسلامی پذیرفته بودند که کاری به کار دولت، تا اونجایی که این دولت در حریم خصوصی زندگی اونها وارد نمی شود، نداشته باشند. حتی در یه دورهای مخالفتی با فروش مشروب الکلی نداشتند و حتی از همان زمان آقای مدرس و سپس در دورهای پس از اون درآمد دولت رو از باندرول مشروب یا گرفتن مالیات از راه مشروب حرام نمی دانستند، دخالتی در این مسائل نمی کردند، فتوا نمی دادند که بانکداری حرام است و ربا در اونجا روی می دهد. چیزهایی که پس از اون در دوره انقلاب اسلامی با اون روبرو شدیم و می دانیم که بیشتر اونها ریاکارانه بود. این که می گویم یک کجروی بزرگ در این سالها روی داده و این کجروی تقریبا می توان گفت که مشترک است میان کسانی که در فرمان روایی شرکت داشتند، در دولت شرکت داشتند، حتی نخبگان روشنفکر و درس خواندهی که در ساختن دولت مدرن نقش داشتند، چه در دوران مشروطه و چه در دوران پهلوی و نیز در میان مخالفان دولت پهلوی در این سالها و از جمله در میان روشنفکران چپ، و با اون در برنامه امروز خواهم پرداخت. و بسیار مهم هست که به این موضوع توجه کنید، زیرا ما دوباره می توانیم کجروی های گذشته رو بار دیگر امروز در نقد به حکومت ولایت فقیه تکرار بکنیم و این رو دیدیم در این سالهای گذشته. کسانی که به امامزاده های مانند آقای روحانی بیش از اندازه اعتماد کرده بودند و فکر می‌کردند از این امامزاده معجزه دیگری جز آنچه که در این چهارچوب جمهوری اسلامی شدنی است برخواهد آمد. بازگردیم به 100 سال پیش، انقلاب مشروطه. در دوران انقلاب مشروطه بیشتر روحانیان تراز اول ایران دوپاره شدند. بخش بزرگی از اونها که روحانیان نجف بودند، آقای ملا کاظم آخوند خراسانی، معروف به آخوند خراسانی، کاظم خراسانی، نایینی و مازندرانی، این ستن پشتیبانان جنبش مشروطه شدند و از کوشش دو سید مشروطه، دو آخوند برجسته‌ای که در انقلاب مشروطه نقش بسیار بسیار چیره‌ای داشتند، از اونها پشتیبانی کردند، در حالی که برخی از آخوندهای دیگر از شیخ فضل‌الله نوری و پاره‌ای از آخوندهای سنتگرای مخالف مشروطه، طرفدار مشروع، پشتیبانی می‌کردند. به دنبال به توپ بسته شدن مجلس از سوی محمد علی شاه، روحانیان برجسته نجف فتوا دادند که محمد علی شاه از دین برگشته و دشمنی او رو با مشروطه به عنوان دشمنی با اسلام قلمداد کردند و حتی بیان که رسما بگویند فتوا به برانداختن او دادند، یعنی از برانداختن او پشتیبانی کردند، از کوشش برای برکنار کردن محمد علی شاه پشتیبانی کردند، در حالی که شیخ فضل‌الله نوری می‌دانیم که نه تنها محمد علی شاه رو برانگیخت با اون لوایح معروفش به بستن مشروطه، مشروطه رو ضد دین میدانست، بلکه میگویند در کشتن مشروطه خواهان در باغ شاه یکی از کسانی بود که فتوا داده بود. ما در این باره سند در دست نداریم، اما بسیاری این رو بازگو کردند که اتهام مهمی که به شیخ فضل‌الله نوری در دادگاه انقلاب بستند و او رو به این دلیل اعدام کردند، فتوا برای کشتن آزادی خواهان در باغ شاه بود. به این گونه می دانیم که در اون دوران
روحانیان تراز اول ایران به دو پاره تقسیم شده بودند. پس از گرفتن تهران و فرار محمد علی شاه و اعدام شیخ فضل‌الله نوری که من بارها اشاره کردم که اون رو کار نادرستی می دانم، بر این باور هستم که مشروطه‌خواهان در این راستا اشتباه کردند و نباید شیخ فضل‌الله رو اعدام می کردند، نه تنها به این دلیل که با حکم اعدام مخالفم، بلکه اصولا فکر می کنم از او یک اسطوره‌ای ساختند که بعدها گریبانگیر ما شد، گرفتاری برای ما ایجاد کرد. اما جدا از این، در اون دوران برجسته ترین آدمی که باقی مانده بود در میان مشروع خواهان آخوندی بود در زنجان به نام ملا قربان علی زنجانی که او مقاومت میکرد در زنجان و مشروطه رو حرام میدانست و گروه زیادی رو پیرامون خودش گرد آورده بود. آقای ناینی و مازندرانی نامی نوشتند به مجلس مشروطه و در اون نامه گفتم ملا قربان علی زنجانی پیرامونش رو اشرار گرفتن، ولی خود او به دلیل سن بالا دیوانه شده، او رو نباید گرفتاری برای او ایجاد کرد، ولی بر این باور بودن که او رو باید گرفتار ساخت و جلوگیری کردن از اینکه او رو تبعید کنند، ولی روی هم رفته به مخالفت با او پرداختند. در جایی هم همین آدم ها مانند خراسانی عملا به جان آدمی مانند تقی‌زاده افتادند و او رو واداشتند که از نمایندگی مجلس استعفا بده و ایران رو ترک بکنه. این آخوندها در اون دوران تا این اندازه نفوذ در میان مشروط خواهان داشتند. پشتیبانی اونها هم از مشروطه مشروط بود. اونها از مشروطه به این دلیل پشتیبانی می‌کردند که امیدوار بودند این دولت مشروطه تا حدود زیادی جانب دین رو نگه دارد و به هم دلیل هم خرسند بودند که در ماده اول متمم قانون اساسی مذهب رسمی ایران شیعه اعلام شد و در ماده دوم متمم قانون اساسی که برای راضی کردن شیخ فضل‌الله نوشته شده بود دخالت روحانیان تراز اول برای مشروع بودن قوانین مشروطه شرط دانسته شد و در بسیاری از بندهای دیگر قانون هم گرد شرعی بر این قوانین پاشیده شده بود. روی هم رفته باید گفت که جامعه ایران در اون دوران، جامعه سکولار ایران، اگرچه دست به کار بزرگی زده بود و فرایند قانونگذاری زمینی در ایران آغاز شده بود و دولت سکولار بود، اما احتیاط میکرد و جانب روحانیان رو نگه میداشت. کارهای دست نمیزدند که اونها رو با آخوندها درگیر بکنه. خب بسیاری از نمایندگان مجلس هم آخوند بودند. در هم مجلس اول، دوم و سوم نزدیک به شاید 20% نمایندگان از میان آخوندها بودند. حتی نمایندگانی که نماینده آخوندها در مجلس به شمار نمی آمدند رخت دینی بر تن داشتند. برخی از اونها رفته رفته این رخت دینی رو به کنار نهادند. ولی روی هم رفته جامعه ایران یک جامعه باورمند مذهبی واپسماندهی بود که دولت نمیتوانست جانب آخوندها را نگه ندارد و هنگامی که آدمی مانند آخوند خراسانی به رئیس مجلس درباره مرتد بودن یا ناروا بودن کارهای تقی‌زاده نامه نوشت، به ویژه اینکه شایع شده بود تقی‌زاده در کشتن بهبهانی، یکی از دو سید معروف عبدالله بهبهانی، دست داشته که نداشته، او رو واداشتن که از ایران برود و حتی یکی از بستگان او در شورشی در تبریز به همین دلیل کشته شد. این بازی میان سیاست دین در اون دوران بود. روی هم رفته نیروهای سیاسی سکولار بر جامعه چیره شده بودند، اما جانب دین رو نگه می داشتند. احتیاط رو شرط می دانستند و مواظب بودند که آخوندها در برابر مشروطه قرار نگیرند. آخوندها هم نمی خواستند در برابر دولت مشروطه قرار بگیرند. تا اینجا به نظر می آمد که یک نوع مدارایی در جامعه ایران آغاز شده و این مدارا مدارای ماندگاری شاید نباشد. تا می رسیم به آستانه دوران فراز رضا شاه به فرمان روایی،
رضا شاه در آغاز کار آدمی شناخته شده از سوی روحانیان تراز اول ایران نبود، چه در تهران و چه در نجف و عتبات. اصلا آدم شناخته شده ای از سوی نیروهای سیاسی جامعه هم به شمار نمی آمد. این رو عبدالله، این یکی از برجسته ترین یادمانده هایی که از اون دوران به راستی به جای مانده، خاطرات یکی از شخصیت هایی که در سه جلد خاطرات خودش رو نوشته و خاطرات دوران اداری قاجار خوانده می شود، او در این خاطرات از جمله اشاره می کند به همین نمونه موردی که اشاره کردم، که هنگامی که کودتای سوم اسفند روی داد می گوید که ما نام سید ضیا رو به دلیل اینکه روزنامه رعد رو بیرون میداد شنیده بودیم، ولی نامی از سردار سپه نشنیده بودیم. خب این گمنامی رضا شاهی که بعدها رضا شاه شد در اون دوران است، تا رفته رفته رضا خان میرپنج پیشین نخست وزیر می شود و شناخته می شود و روابطی هم با روحانیان پدیدار می سازد. در آغاز کار هم خیلی جالب است، یکی از کسانی که پیرامون رضا شاه گرد آمد و رضا شاه به روحانیان تهران شناساند، حاج آقا محمود رفیع بود که معروف هست به معلم قرآن رضا شاه. او و آشتیانی که دو آخوند سرشناس تهران بودند، کسانی هستند که در آغاز کار با پشتیبانی از رضا خان سردار سپه در واقع زمینه مقبولیت او رو، شناخته شدن او رو در میان روحانیان فراهم ساختن و خود او هم در این راستا گام‌های بسیار منظمی برداشت، از جمله در آغاز کار بار دیگر تعزیه رو به راه انداخت، بار دیگر قزاق‌ها تا پیش از اینکه ارتش نو به وجود بیاید گل به سر ما میمالیدند و در آشورا و تاسوعا می آمدند و گریه و زاری می کردند. حتی معروف در این روسپی تهران رو دستور دادند که شلاق زدند و از شهر بیرون کردند. اینها برای جلب روحانیان بود، چون رضا شاه پایگاهی در جامعه هنوز نداشت. این رو هم که تصور می کنند که از آغاز کار یک نوع درگیری میان رضا شاه و روحانیان تراز اول ایران پدیدار شد، واقعیت ندارد، راست نیست. حتی هنگامی که رضا شاه هنوز پادشاه نشده بود، نخست وزیر بود، برای عقب نشاندن خزعل به خوزستان رفت، در بازگشت از راه بصره به نجف رفت، روحانیان تراز اول رو برای بار دوم، یک بار در قم اینها رو دیده بود، بار دیگر با اونها دیدار کرد و پس از بازگشت به تهران اونها برای او تلگراف بسیار بسیار نیکی فرستادند و حتی پس از آغاز پادشاهی رضا شاه یکی از این سه روحانی معروف نجف نوشته بیرون داد که هر گونه مخالفت با پادشاه ایرانی مخالفت با اسلام و شرع انور محمدی است. حتی در دوران پادشاهی، آغاز پادشاهی رضا شاه، هنگامی که او با چکمه به صحن حرم معصومه وارد شد و حجت الاسلام بافقی کلیددار حرم رو کتک زد به جرم اهانتی که به همسر و دختران او کرده بود، باز هم در اون دوره پایه‌گذار حوزه علمی قم آقای حائری، حاج عبدالکریم شیخ عبدالکریم حاج نبود، هیچ و خاجی نشده بود، شیخ عبدالکریم حائری یزدی دستور داد که هر گونه سخنراندن درباره، سخن گفتن درباره بافقی حرام است. یک نوع مماشاتی به وجود آمده بود، بخشی از اون شاید بیم و حراس بود، بخشی از اون شاید این حساب بود که دولت ایران تنها دولت شیعی جهان است و در عراق روحانیان زیر فشار بریتانیا بودند و دولتی که تازه به وجود آمده بود در عراق، یکی از این دو برادر کلیددار کعبه رو فرستاده بودند، دولت اردن رو درست کرده بود هاشمی، یکی از این دو برادر هاشمی، و دیگری در عراق دولت عراق رو به وجود آورده بود، پادشاه در عراق شده بود و در ترکیه آتاتورک
شمشیر درگیری با آخوندها را از رو بسته بود و این نگرانی در میان روحانیان شیعی وجود می داشت که اگر به کارهایی دست بزنند که مردم رو در برابر رضا شاه برانگیزانند، شاید رضا شاه هم روش ترکیه رو در پیش بگیره. و این زمزمه وجود داشت در مورد جمهوری پیش از اینکه رضا شاه پادشاه بشود. موضوع جمهوری یکی از این دلمشغولی ها و دغدغه هایی بود که در میان روحانیان پدیدار شده بود و این دغدغه پس از دیدار رضا شاه با دو تن روحانی برجسته که از نجف به اصفهانی و نایینی که به ایران پناهنده شده بودند، تبعید شده بودند در خانه همین آقای حائری، موضوع جمهوری، دفتر جمهوری بسته شد و اونها هم موافقت کردند که خود رضا شاه به جای احمد شاه قاجار به تخت شاهی بنشیند. تقریبا او رو تشویق کردند، میتوان گفت که دست به این کار بزنند و پشتیبانی از او کردند و به این ترتیب دست از پشتیبانی از دولت قاجار برداشتند. در این جای گفتگو نیست که در دوران رضا شاه کارهایی که در کشور انجام شد در راستای آموزش، در راستای ساختار عدلیه، دادگستری و بسیاری کارهای دیگر نفوذ روحانیان رو در زندگی اجتماعی ایران بسیار بسیار کاهش داد. در این جای گفتگو نیست. در این جای گفتگو نیست که شمار طلاب علوم دینی در پایان دوران رضا شاه بسیار بسیار اندک شده بود و نفوذ روحانیان برجسته هم تا حدود زیادی در سپهر سیاست کاهش پیدا کرده بود. خب از یک سوی بزرگترین روحانی شیعی اون زمان اصفهانی، آستابالحسن اصفهانی در نجف میزیست و سخت مخالف دخالت در سیاست بود. آقای حائری هم که تا سال 1314 زنده بود، او هم سخت مخالف دخالت در سیاست بود. سه نفر جانشینان آقای حائری پس از درگذشت او که اداره حوزه قم رو در دست گرفتن، اونها هم از روش حائری پشتیبانی میکردند. و از این روز که در جریان حتی کشف حجاب هم میبینیم که جز یک واکنش بسیار زود گذر در مشهد، هیچ واکنش گسترده‌ای در گوش و کنار ایران از سوی روحانیان روی نداد و نجف هم در این باره سکوت کامل کرد. هیچ گونه سخنی از سوی آستابالحسن اصفهانی و دیگر روحانیان برجسته نجف در این باره ابراز نشد. تا حدودی در ایران یک نوع مدارا میان ارباب دین و گردانندگان کشور وجود می داشت. تا اینکه به دوران شهریور 20 رسیدیم. رضا شاه از ایران تبعید شد به دستور متفقین، به جزیره موریس رفت و یک دوران آزادی های نسبی سیاسی در ایران آغاز شد. یکی از پیامدهای این آزادی ها در ایران سربرافراشتن گروه های مذهبی از دیگر باره بود، یعنی دوباره گروه های مذهبی سربلند کردند. و به ویژه در این دوران کسانی میدان پیدا کردند که بر این باور بودند که در دوران رضا شاه روحانیان طراز اول درباره رضا شاه کژروی کردند، سکوت کردند و در همون دوران در قم و شهرهای دیگر برخی از این آدم ها به ویژه در میان طلاب جوان خورده می گرفتند به روحانیان برجسته اون زمان که چرا در مورد دولت و در مورد رفتار سکولار در جامعه سکوت کردند. یکی از آدم هایی که در این دوران پروبالی پیدا کرد آدمی است که به دنبال ماجرای کشف حجاب و شورشی که در قم روی داد، ببخشید در مشهد روی داد، شورش معروف مشهد که اندکی پیش از اعلام کشف حجاب انجام شده بود، آیت الله قمی از مشهد تقریبا میتوان گفت که خود تبعید شد به یا آمد به تهران با رضا شاه گفتگو کند، نکرد و سپس خودش رو تبعید کرد به عتبات. او دوباره سر و کلش در دوران پس از شهریور 20 پیدا شد و حتی کسانی در این سودا بودند که او به ایران بیاید، در قم بماند و پایگاهی برای روحانیون شیعی در قم به وجود بیاید، چون
به گونه ای خلع در اون هنگام وجود می داشت. خب جوان مرگ شد، البته به شوخی می گویم جوان مرگ، در سال 1122 به ایران آمد، ولی پس از درگذشت آستابالحسن اصفهانی که به دنبال درگذشت او در سال 1122 فکر می کنم 25 او درگذشت، آقای قومی یک ماه یا دو ماه بیشتر زنده نبود و اگر زنده می بود شاید این قومی می توانست یک آخوند بسیار فعال در برابر دولت بشود که چنین نشد. آقای بروجردی مرجع تقلید شد و این سیاست مدارا رو بروجردی هم با دولت محمد رضا شاه پهلوی در پیش گرفت. اما یک رویداد تازه‌ای در این دوران پدید آمد و این زمینه‌ای شد برای آنچه در دوران پس از آن، در دوران پیش از انقلاب 57 به وجود آمد و به اون میخواهم بپردازم. پس از اینکه بروجردی مرجعیت شیعه رو از نجف به پس از مرگ آستابالحسن اصفهانی به قم منتقل کرد، از سال 1324-25 تا هنگام درگذشت او در سال 1340، فکر میکنم سال 40 بود که او درگذشت، 15 سال تمام او بدون رقیب مرجع قدرتمند تقلید شیعیان در جهان به شمار میآمد و دیگر آخوندها در برابر او تقریبا ساکت بودند. اما در این دوران رویداد بسیار مهمی که پدیدار شد، یا دو رویداد بسیار مهم، یکی این بود که جریانی شکل گرفت در درون روحانیان شیعی که جریان شورشگر بود، جریانی بود که باور داشت که روحانیان باید پرچم اسلام رو در زندگی اجتماعی بسیار فعالتر برافرازند، یعنی حجاب رو باید اجباری کنند، نماز خواندن رو در اداره های دولتی گسترش بدهند، دولت باید تابع دین بشود و مشروعه باید به ایران بازگردد. شاید کوشاترین گروه در این زمینه که نام اونها رو همه میدانند گروه فدایان اسلام بود، اما فدایان اسلام یک گروه کوچکی به شمار می آمدند و در کنار فدایان اسلام گروه گسترده از طلاب دینی هم چنین باورهایی داشتند و یکی از کسانی که در میان این طلاب دینی بسیار پایه پیدا کرده بود مدرس گمنامی بود به نام حاج آقا روح الله که بعدها معروف شد به آیت الله خمینی. این حاج آقا روح الله کسی است که در اون دوران، در همین دورانی که در بارش گفتگو میکنیم، دو کار برجسته از او به جای مانده. یکی نامه است به روحانیان، اما در واقع خطاب به جوانان درباره احمد کسروی و کتاب شیعه‌گری او که اونها رو در واقع برمی‌انگیزه به این که پاسخی به این تبریزی بی سواد بدهند. منظور از تبریزی بی سواد هم آقای کسروی است. و دیگری کتابی است که در پاسخ به یکی از پیروان کسروی به نام حکمی زاده که خود او فرزند یکی از روحانیان سرشناس قم بود و از اون دیدگاه برگشته بود و هوادار کسروی شده بود، پاسخی است که به نام کشف اسرار هزار ساله در پاسخ به حکمی زاده، کتاب اسرار هزار ساله حکمی زاده نوشت. 267 صفحه است این کتاب و در اون دیدگاه های خودش رو با مردم و به ویژه با طلاب علوم دینی در میان نهاده بود. تا اون هنگام کسی نمیدانست این حاج آقا روح الله چی کسی است. بعدها معروف شد که آقای خمینی از برخی از کارهای فدایان اسلام پشتیبانی کرده. خب در اون دوران فدایان اسلام اگرچه شمار اندکی داشتند، اما در برابر بروجردی و روحانیان تراز اول قم سمپاشی های زیادی می کردند. از جمله هنگامی که جنازه رضا شاه از مصر به ایران آورده شد، چون به امانت در مصر دفن کرده بودند، رضا شاه در تبعید مرده بود و او رو به ایران آوردند که در شهر ری دفن بشود، این فدایان اسلام شوریدند و چنین اندیشه رو پراکندن که
آخوندهای تراز اول و جمله آقای بروجردی میخواهند بر جنازه رضا شاه نماز بخوانند و ماجراهایی ایجاد کردند و اعلامیه‌هایی در این باره بیرون دادند که پس از این ماجرا و به هم ریختن درس خود آقای بروجردی، ایشان دستور داد که شیخ علی لور، یکی از آخوندهایی که او با خودش، گردن کلفتای آخوندی که او با خودش از بروجرد آورده بود، همراه با یارانش رفتند و گروهی از فدایان اسلام رو کتک زدند و اونها را از قم راندند و حتی شهریه طلابی رو که طرفدار فدایان اسلام بودند رو قتل کردند. تا این درجه درگیری وجود داشت. آقای منتظری در خاطراتش میگوید که به آقای بروجردی گفته بودند که آقای خمینی هم طرفدار فدایان اسلام است و گویا بروجردی با او هم قطع روابط کرده بود. منتظری میگوید در یکی از این مراسم عید رفته بودند دیدن آقای خمینی، ایشان حاضر به دیدن با این دو نفر نشده بود و از آن پس هم خمینی دیگر با بروجردی دیدار نکرد. این آغاز یک شکاف بسیار مهمی در درون ساختار روحانیت شیعی بود. یعنی در درون روحانیت شیعی یک جریان شورشگر رادیکالی در حال شکل‌گیری بود که بعدها از دل اون همین جریان انقلابی 57 بیرون آمد. اما در بیرون از ساختار روحانیت شیعی هم ما با یک جریان تازه روبرو هستیم. در این کشاکشی که در سالهای پس از شهریور 20 آغاز شده بود، در این نبرد سیاسی، در این دوران آزادی‌های نسبی که در ایران پدیدار شده بود، یار و یارکشی در میان آخوندها هم به وجود آمده بود. یعنی کسانی آخوند درباری شده بودند و کسانی آخوند جبهه‌ای یا آخوند حتی سیاسی، این گونه ارزیابی می‌کردند. یار و یارکشی شده بود. آدمی مانند کاشانی در آغاز مورد پشتیبانی حتی حزب توده قرار گرفته بود. او رو به عنوان روحانی نماینده خرده بورژوازی معرفی می‌کردند. بعدها پیوست به جریان ملی شدن صنعت نفت با مصدق همراهی کرد و می‌دانیم که پس از اون از مصدق برید و یکی از دلایل به راستی شکست جنبش ملی همین پشت کردن آقای کاشانی بود و در اون دوران نزدیک شدن کاشانی بیش از پیش به فدایان اسلام و جریان‌های از این دست. البته کاشانی هیچگاه با فدایان اسلام نبود، از اونها بهره می‌گرفت، از اونها برای کارهای خودش استفاده می‌کرد. اما یارکشی سیاسی میان آخوندها آغاز شد و از اون پس هم در میان به ویژه روشنفکران چپ که با دربار پهلوی به ویژه بعد از شهریور، بعد از 28 مرداد سخت دشمنی داشتند، واژه‌ای به نام روحانی مبارز، سکه روحانی مبارز ضرب شد. روحانی مبارز کسی بود که آخوندی بود که به جای راهنمای مؤمنان به مبارزه سیاسی می‌پرداخت. از این رو آدمی مانند خمینی که سر بلند کرد و در دوران نخست وزیری علم، وزیری دربار علم، در مورد مسئله سوگند به کتاب آسمانی و حق رأی زنان در اون نوشته معروفی که در مورد اون سند معروفی که درباره انتخابات ایالتی ولایتی بیرون داده شده بود، هنگامی که او بیانیه بیرون داد و سپس درگیری هایی که میان خمینی و محمد رضا شاه به وجود آمد، بسیاری از روشنفکران ایران اون زمان، از روشنفکران چپ تا ملیگرا، خمینی رو به عنوان یک نمونه روحانی روشنفکر، روحانی مبارز قلمداد کردند و از این پس این اندیشه چیره شد در میان بسیاری از نیروهای سیاسی که روحانی مبارزی داریم و روحانی درباری. و دولت پهلوی هم به این یاری رساند، یعنی با پخش پول میان برخی از روحانیون و کوشش برای جلب اونها، به این شکاف درون روحانیان یاری رساندند. گروهی شدند روحانیان درباری یا نام‌آور شدند به روحانی درباری که شاه هنگامی که میرفت شاه چراغ یا میرفت به مشهد با اونها دیدار میکرد، و گروهی نام‌آور شدند به روحانی مبارز، یعنی اونهایی که بر منبر یا بیرون از منبر در برابر حکومت سخن میگفتند.
کسی به این نمی پرداخت که دیدگاه این آخوندها چیست. این آقای خمینی که با شاه در افتاده چنو حکومتی رو می خواهد به ایران ارمغان کند. حتی هنگامی که سخن بر سر ولایت فقیه و درس‌های خمینی در نجف درباره ولایت فقیه در لبنان به چاپ رسید و این به ایرانیان هم در برابر ایرانیان هم قرار گرفت، جدی نگرفتند. گفتن اینها سخنان اوست، اون قصد این که ولایت فقیه در ایران بسازد رو ندارد. و دیدیم که در جریان انقلاب تقریبا همه گروه های سیاسی در کنار آیت الله خمینی به عنوان یک رهبر مبارز مخالف رژیم پهلوی قرار گرفتند. مخالفت با دولت پهلوی، مخالفت با محمد رضا شاه میزان قضاوت بود، نه داوری درباره آن چیزی که این آخوند میخواهد به جامعه ارائه بدهد. من در دو برنامه پیشین درباره نیاز به یک نوع اصلاح بنیادی در فقه شیعی با شما سخن گفتم. امروز آن روی دیگر سکه رو میخواهم با شما در میان بگذارم و اون یک اصلاح بنیادی، یک دگرگونی بنیادی، یک دگراندیشی بنیادی در میان نیروهای سکولار است. نیروهای سکولار جامعه ما از کسانی که چپ میاندیشند، کسانی که خودشون رو هوادار و ادامه دهنده زندیار محمد مصدق میدانند، کسانی که هوادار پادشاهی مشروطه در ایران هستند، اونهایی که هنوز شاه اللهی هستند و چپ اللهی، اونها رو کار ندارم. من در مورد نیروهای معتدل جامعه سخن میگویم، کسانی که از این خانواده های فکری درباره آینده ایران میاندیشند، باید اینها هم یک تجدید نظری در اندیشه های خودشون بکنن، همان گونه که باید یک اصلاح بنیادی در فقه شیعه برای ماندگاری سکولاریسم در ایران روی بدهد. این سوی ماجرا هم باید بپذیرد که بنا نیست جامعه سکولار به یاری به اصطلاح آخوندهای خوب ساخته بشود. کار آخوند ساختن کشور نیست، کشورداری نیست. آخوند خوب و بد در این زمینه نداریم. آخوند خوب کسی است که به کار سیاست کار نداشته باشد، اصلا دخالتی در این مسائل نکند. آخوند خوب کسی نیست که گیرم امروز در برابر آقای خامنه‌ای سخن نیکی بگوید. خیلی از کسانی که امروز نقد نیکی رو در برابر آقای خامنه‌ای میکنند، تا چند سال پیش از همین حکومت ولایت فقیه پشتیبانی میکردن و چه بسا فردا هم از چنین نوع حکومتی پشتیبانی بکنن. من نمیدانم اگر در ایران آقای سیستانی رهبری جامعه روحانیت رو در دست بگیرد یا برخی از آخوندهایی که ظاهرن با آقای خامنه‌ای مخالفند، چه رفتاری در برابر جامعه سکولار خواهند کرد. پیام جامعه سکولار ایران، همه این خانواده های سکولار ایران به جامعه باید این باشد که جای آخوند در مسجد است، جای آخوند در خانه است، جای آخوند در اندیشه های دینی است، جای آخوند در سپهر سیاست نیست. جستجو نکنید با ذره بین که اندیشه هایی در افکار آقای سیستانی بیابید یا فلان آخوندی رو جستجو کنید که ایشان شاید سخن انتقادی نسبت به کارهای آقای خامنه‌ای داشته باشند. خب گیرم که داشته باشند. کار آخوند دوباره درگیری در این بازی سیاست نباید باشد. ما از یک سوی باید پافشاری کنیم که کسانی بیایند و یک دست به یک رفرماسیون بنیادی در فقه شیعی بزنند و این فقه شیعی رو سازگار با دنیای امروز بکنند، یا دست کم فقه شیعی بپذیرد که می تواند با دنیای مدرن، با دنیای امروزی، با دنیای سکولار زندگی بکند و دنیای مدرن رو بپذیرد، به جان این دنیای مدرن نیفتد و بسیاری از قوانین بسیار متحجر رو که در این اندیشه های فقهی گذشته وجود دارد و جمله به گفته برخی از همین دوستان روشنفکر دینی در خود قرآن هم آمده، اینها رو به کنار بگذارند و بگویند تفسیر تازه‌ای بکنند. خوشبختانه در میان روحانیان شیعی و اهل سنت کار تفسیر بسیار بسیار راحت است.
دست به تفسیر میزنند و چیزهایی رو پیدا میکنند، مانند کسانی که فال حافظ میگیرند و از هر فالی یک تفسیری میکنند. اینها هم میتوانند تفسیر کنند و در این تفسیرهای تازه یک دست به یک اصلاحات بنیادی در فقه شیعه بزنند. اما سوی دیگر ماجرا هم این است که یک بار و برای همیشه نیروهای غیر مذهبی در جامعه ایران، چه اونهایی که از خانواده چپ امروز سوسیال دموکرات شدند، معتدل شدند، چه اونهایی که بازماندگان یا ادامه دهندگان راه مصدق خودشون رو میدانند، و چه اونهایی که امیدوارند یک مشروطه پادشاهی دموکراتیک در ایران بسازند، همه این نیروها یک چیز رو باید بپذیرند: دست از سر بازی با روحانیان بردارند، یارکشی با روحانیان رو کنار بگذارند، پیام نفرستند هر چندگاه یک بار که بله روحانیان ایران به میدان بیایید، فتوا بدهید، آقای خمینی رو، آقای خامنه‌ای رو کنار بگذارید. چرا باید متوسل به کسانی بشویم که میدانیم در پیامد شرکت در سیاست زیان به جامعه خواهند رساند؟ کار روحانیان درگیری در سیاست نباید باشد. کار روحانیان همان کار ارشاد مؤمنان است، آن هم با امیدوارم با یک دگرگونی های اندیشهی در فقه شیعی. وارد این بازی نباید شد. به این نباید اندیشید که ای کاش آقای سیستانی در ایران به جای خامنه‌ای بر سر کار بود، ای کاش شورای فقها به وجود بیاید و کارهای تازه‌ای دست بزنند. نامه سرگشاده ننویسید به علمای قم و نجف و یا مراجع تقلید که شما بیایید و به مردم یاری برسانید. نامه سرگشاده شما باید این باشد که دخالت در سیاست نکنید. کشور رو به گند کشیدید در این دخالت به سیاست. کار شما نباید اصلا ورود به سیاست باشد. کار شما هم این است که به گونه‌ای به قول خودتون به ارشاد مؤمنان بپردازید، مرجعی باشید برای کسانی که از شما تقلید می کنند در مورد نماز و روزه و چیزهایی از این دست. در مورد دیگر مسائل اصلا نباید شما دخالت بکنید، اما نقشی رو باید داشته باشید که کشیش ها در کشورهای پیشرفته جهان دارند. یک شنبه ها یک چند ساعتی همه مؤمن می شوند، به کلیسا می روند، سخنان کشیش رو گوش می کنند و سپس بر می گردند به جامعه زمینی و به طور زمینی زندگی می کنند و یادشون می رود که کشیش در اون چند ساعت چه گفته است. رابطه دین و جامعه در کشور ما هم باید چنین بشود. یک روز سرانجام باید جامعه نخبه ایران، روشنفکران و درس خواندگان و آدم هایی که به آینده می اندیشند، حتی اگر آدم هایی هستن متدین مذهبی، به خود بیایند. ما به آخوند مترقی نیاز نداریم. اصلا آخوند مترقی یعنی چی؟ آخوند پیشرو یعنی چی؟ کار آخوند که پیشرو بودن و پسرو بودن نیست. کار آخوند این است که هیچ دخالتی در سیاست نکند. فرقی در این راستا میان آقای سیستانی و خامنه‌ای نیست. نه این است که اینها در برخورد به جامعه با هم تفاوت ندارند، دارند، اما روی هم رفته. ما در اداره جامعه نه نیاز به آقای خامنه‌ای داریم، نه به آقای سیستانی، نه به آدمی مانند رفسنجانی، نه هیچ آخوند دیگری. آخوند که بنا نیست کشور اداره کند، حتی آخوند خوب، حتی آخوندی که سخنان نیک به زبان بیاورد. میبینم هم امروز هم بسیاری از دوستان ما در مورد ارزش‌های اخلاقی طالقانی سخن میگویند. کدام ارزش اخلاقی؟ ایشان انسان بسیار پاکدامنی بودند، ولی همین آقای طالقانی هستند که در نماز جمعه ها آقای خمینی و اندیشه ولایت فقیه رو به مردم فروختند، خواسته یا ناخواسته، و دیگر آخوندهای اون دوران یا سکوت کردند یا همراه شدند. بنا نیست آخوند حالا خوب یا بد، پاکدامن یا فاسد، کاری به سیاست داشته باشد. خوب است که این آخوند پاکدامن باشد. خوب است که آنچه رو که به مردم و مؤمنان میگوید خود او هم انجام بدهد. ولی ما دخالت آخوند رو در سیاست نمیخواهیم. ما به این دو حرکت برای ساختن دموکراسی و سکولاریسم در ایران نیازمندیم. از یک سوی یک رفرماسیون بنیادی، یک اصلاح بنیادی در فقه شیعی، فقه اسلامی و برای ما به ویژه فقه شیعی، و از سوی دیگر
برای همیشه، یک بار و برای همیشه بریدن امید این جامعه سکولار به آخوند خوب، آخوند پیشرو. نه، کار آخوند پیشرو و پسروی نیست. دست از این بازی ها باید برداشت و یک بار و برای همیشه همه کوشش خود رو برای ساختن یک جامعه سکولار بر پایه نیروهای سکولار نهاد. تا برنامه آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.